بازداشت عبدالفتاح سلطانی وکیل پایه‌ای که دادگستری همراه ما باشید تا لحظات دیگر با این بخش خبری از رسا رسانی سفر ایران عرض سلام و شب بخیر داریم خدمت شما بینندگان محترم رسا با اخبار یک شنبه بیستم شهری بر ماه در خدمتون هستیم عبدالفلتا سلطانی وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در ایران بازداشت شد معصوم دهقان همسر آقای سلطانی با اعلام خبر بازداشت او به بی بی سی فارسی گفت بعد از ظهر روز شنبه آقای سلطانی به همراه چهار نفر وارد خانه شدند خانم دهقانی با اظهار بی اطلاعی از دلیل بازداشت همسرش تصریح کرده که به ما گفتند هرچه مربوط به کانون مدافعان حقوق بشر است لازم دارند در صورتی که خیلی از وسایلی که بردن هیچ ارتباطی با کانون نداشت. آی سلطانی سابقه وکالت در بسیاری از پرونده های سیاسی و حقوق بشری را دارد که از جمله می توان به پرونده زهرا کازمی، زهرا بنی یعقوب، حاله اسفندیاری، تنی چند از نیروهای ملی و مذهبی و اعضای سندیکای شرکت واحد اشاره کرد او در سال 1380 نیز پوزش 1388 نیز بازداشت شده بود که پس از تحمل بیش از دو ماه حبس تبره و زندان آزاد شد کیهان اختلاس 3000 میلیارد تومانی را به جریان انحرافی در دولت نسبت داد حسین شریعت مداری مدیر مسئول کیهان گفته است که اختلاس 3000 میلیارد تومانی در دو بانک خصوصی و بانک صادرات نمیتوانسته بدون حمایت مقامات دولتی باشد. روز گذشته فاضل موسوی عضو کمیسیون اصل 90 مجلس گفته بود که پرونده رسیدگی به اختلاس 3000 میلیارد تومانی از بانک سپه در این کمیسیون در حال بررسی است. به گفته آقای موسوی این اختلاس در جریان تاسیس یک بانک خصوصی به نام بانک آریا انجام شده است روزنامه کیهان در یادداشت خود مقامات دولتی نزدیک به جریان انحرافی را عامل پشت پرده تاسیس این بانک خصوصی دانسته همزمان محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی گفته که معلوم نیست این 3000 میلیارد تومان اختلاس بوده یا جعل اسناد آقای بهمنی گفته است که بانک مرکزی روند تأسیس بانک آریا را به دلیل بدهی 3000 میلیارد تومانی یکی از سهامداران متوقف کرده است. روزنامه کیهان همچنین از یک بانک خصوصی دیگر به نام شرق به عنوان یکی دیگر از نمونه های اختلاس و سوء استفاده در از طریق جریان انحرافی نام برده است. هاشمی رفسنجانی ابراز امیدواری کرد که همبستگی جایگزین اختلاف انگیزی شود. به گزارش آفتاب آیت الله هاشمی رفسنجانی در اولین جلسه مجمع تشخیص مسلحت نظام پس از ماه مبارک رمضان رفع برخی بداخلاقی های اختلاف برانگیز و جایگزینی آن با وحدت و همبستگی بیشتر را خواستار شد در این جلسه در ادامه بررسی و تدوین سیاست های کلی نظام حضور مؤثر در سیاست سازمان های بین المللی جهت جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست و تغییرات آب و هوایی بررسی شد. این خبر در حالی منتشر شده که در هفته های گذشته خبری مبنی بر اعلام موازه آقای هاشمی رفسنجانی درباره تحولات مانند اعتراضات مربوط به دریاچه ارومیه و اجلاس خبرگان رهبری انتشار نیافته است در همین زمینه روزنامه شرق نوشته است که در دوازده دوره خبرگان این نخستین بار است که خبرگان در مراسم شام آقای رفسنجانی شرکت نداشتند و دیداری با او نداشتند رئیس مجلس هفتم به اصولگرایان هشدار داد که مراقب باشند که خدای ناکرده مجلسی سر کار نیاید مثل مجلس ششم غلامعلی حداد عادل همچنین اصلاح طلبان را متهم کرد که بعد از دوم خرداد 76 سعی کردند دانشجویان را در مقابل نظام قرار دهند رئیس مجلس هفتم با بیان اینکه در آن زمان همه به راحتی صحبت از جنبش دانشجویی میکردند اعتراض کرد که در پلاکارت های تبلیغاتی نوشته بودند اندکی صبر سحر نزدیک است به گفته آقای حداد عادل این شعار الغا کننده ی این مسئله بود که وضعیت فعلی تیره و تار است به گزارش خبرگزاری ایسنا رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هشتم یادآور شد که در دوران اصلاحات تشکلهایی تأسیس کردند که نماز خواندن از شروط عضویت در آن نبود آقای حداد عادل با بیان اینکه کار سیاسی انتخاب بین بد و بدتر است گفته است باید مراقب بود تا دوباره خدایی نکرده مجلسی سر کار نیاید مثل مجلس ششم در همین راستا قوامی به حداد حد عادل پاسخ داده که تکرار مجلس ششم یعنی افشای ناکارآمدی اصولگرایان ناصر قوامی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ششم معتقد است غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هشتم و رئیس مجلس هفتم حق دارد نگران تکرار تجربه مجلس ششم باشد و از این بابت به اصولگرایان هشدار دهد آقای قوامی در گفتگو با اعتماد خاطر نشان کرد که افشاگری بر ضد راندخاری و اقتدار یکی از ویژگی های مجلس ششم به شمار می رفت که در همین زمینه نوتخا و بیانیه های بسیاری در سحن علنی مطرح شده است. مادر شهیدان جهانارا درگذشت. ساره امامزاده مادر سردار شهید محمد جهانارا شب گذشته درگذشت. مادر شهیدان محمد علی و محسن جهانارا به دلیل وخامت حال و شدت یافتن بیماری در بیمارستان خاتم الانبیا بستری بود است ساره امامزاده از بیماری آلزایمر رنج می برد و در روزهای اخیر دچار مشکل قلبی و تنفسی هم شده بود در ادامه با اخبار جنبش اعتراضی همراه شما هستیم مشاور مهدی کروبی از شرایط محمد خاتمی برای یک انتخابات آزاد حمایت کرد. اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی در مصاحبه با وبسایت سهام نیوز به صحبت‌های آقای کروبی در دیدار اخیر وی با فرزند ارشدش استناد کرده است. به گفته وی آقای کروبی گفته با مشاهده سخنرانی مقامات نظام که از صدا و سیما پخش شد اسنبات هم این است که جایی برای حضور اصلاح طلبان در انتخابات نیست. همچنین آقای گرامی مقدم افسوده آقای کروبی تاکید کرده که این انتخابات فقط رقابت بین اصولگرایان است. آقای گرامی مقدم در بخشی از این مصاحبه تصریح کرده که با این اظهار نظر روشن است که بین دیدگاه آقای موسوی و آقای کروبی بدون اینکه یکدیگر را ملاقات کرده باشند هماهنگی واحدی در خصوص انتخابات وجود دارد سخنگوی حزب اعتماد ملی با اشاره به تمایل اصولگرایان سنتی برای حضور اصلاح طلبان در انتخابات آتی گفت آنها به خوبی واقفند در صورت ارائه نشدن لیست انتخاباتی از سوی اصلاح طلبان وحدت بین اصولگرایان دیگر موضوعیت نخواهد داشت. خانواده سرخیز در نامه‌ای به رئیس دستگاه قضایی از عدم رعایت قانون شکایت کرد. در این نامه تصریح شده که شکایت اصلی این خانواده زندانی سیاسی حکم غیر منصفانه یا تبعید بدون حکم قضایی به کرج نبوده است. بر اساس این نامه خانواده سرخیز تاکید کردند که محروم بودن از حق مرخصی و ملاقات حضوری و حتی مکالمه تلفنی که نزدیک دو سال است با آن دست به گریبان هستند را نیز عنوان نخواهند کرد به گزارش از خانواده این روزنامه‌نگار و فعال سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج از صادق لاریجانی خواستند که بر مبنای احکام اسلام و در جهت رعایت کرامت انسانی دستور فرمایید جلوی این رفتارهای غیر انسانی گرفته شود و تمام محدودیت های اعمال شده علیه ایشان و خانوادهش لغو گردد. عاطفه نبوی زندانی سیاسی در یادداشتی از دوران حبس خود و تجربه هایی که به نوشته او بخش نانوشته تاریخن گفته است. وی در این یادداشت کوداه که به مناسبت سال روز تولدش نگاشته به نمونه از تجربه های تلخ زندان اشاره کرده و در عین حال از سیقل خوردن و خالص شدن جان زندانی بر اثر این رنج ها گفته است به گزارش کلمه عاطفه نبوی اولین زنی است که در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 به اتهام شرکت در راهپیمایی 25 خورداد به 3 سال حبس محکوم شد جلسه محاکمه سه فعال ملی و مذهبی در تبریز برگزار شد. به گزارش میزان خبر قفار فرزدی، صدری و پور اسحری به اتهام اجتماع و تبانی بر ضد امنیت کشور و عضویت در گروه های غیرقانونی محاکمه شدند. دکتر قفار فرزادی مسئول شاخه آذربایجان نهست آزادی متولد 1324 است که در سه نوبت پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شدند. فرزدی در سالهای بعد از انقلاب فرماندار تبریز بوده است و مدتی در استانداری آذربایجان شرقی معاونت این اداره را بر عهده داشته علی ملیحی در نامه ای از زندان بر ایمان خود به ادامه راه سبز امیدی که مردم ایران در پیش گرفتند تأکید کرد این فعال دانشجویی در نامه خود تصریح کرده که در یک سال و نیم گذشته با بسیاری از آزادگان سرفراز جنبش سبز که هفته گذشته از زندان آزاد شدند از نزدیک زندگی کردم و می توانم شهادت دهم که آنان نه تنها از عملکرد و عقاید خود ناکام نبوده پوزش می خوام نادم نبوده و نیستند بلکه نسبت به ادامه راه سبز امید مؤمنتر شدند به گزارش کلمه این زندانی سیاسی یادآور شده که درخواست او و دیگر زندانیان برای استفاده از حقوق قانونیشان به معنای ندامت و پشیمانی از عقاید و عملکرد خود نیست. چندی قبل به مناسبت فرارسیدن عید سعید فت تعدادی از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین از زندان آزاد شدند زندانیانی که اغلب آنها نیمی از محکومیتشان را سپری کرده و می توانستند با استفاده از حق قانونی آزادی مشروط از زندان آزاد شوند تعدادی از این زندانی ها نیز تنها چند هفته تا پایان حکم زندانشان مانده بود و به صورت معمول باید به زودی از زندان آزاد می شدند. آزادی این زندانیان اما توسط مسئولان قضایی و رسانه های حکومتی با عنوان اف و بخشش رهبری در بسیاری رسانه ها عنوان شد تا جایی که برخی روزنامه های و وابسته به دولت مدعی شدند که این افراد از جرم ناکردهشان ابراز ندامت و پشیمانی کرده و خواستار اف و بخشش شدند تعدادی از این زندانیان اکنون بیرون از زندان از نحوه آزادیشان سخن گفته و ابراز کردند که درخواست هیچ بخششی نکرده و تنها با استفاده از ظرفیت های موجود قانونی و بعد از گذراندن مدت محکومیتشان از زندان آزاد شدند. جمعی از حامیان جنبش سبز اعلام کردند که حمایت از اعتراض برحق مردم آذربایجان وظیفه تمام کنشگران ایرانی است. این کنشگران و فعالان مدنی و سیاسی در بیانیه حمایت خود از اعتراضات هموطنان آذری را اعلام کردند به گزارش جرس در این بیانیه که به دو زبان فارسی و ترکی نوشته شده است آمده است صدایی که این روزها از آذربایجان به گوش می رسد صدای مطالبات برحق مردمی است که به شکلی مدنی و مسالمت آمیز خواهان رسیدگی به وضعیت فاجعه بار زیست محیطی و جلوگیری از نابودی یکی از گرانقدرترین میراث های طبیعی ایران هستند در همین زمینه جامعه وبلاگ نویسان سبز حمایت از ایستادگی پرشور مردم آذربایجان دیگر مردم کشور را به مشارکت در برنامه های اعتراضی مربوطه دعوت کردند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وبلاگ نویسان در این بیانیه آمده است دریاچه ارومیه به عنوان یک سرمایه ملی محسوب می گردد که زندگی بخش قابل توجهی از هموطنان به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم به آن وابسته است. متاسفانه بی تدبیری های انجام شده در قبال سیانت از این گوهر گرانبها ها زمینه های نابودی آن را رقم زده است. در بخش دیگری از این بیانیه با انتقاد از بی تدبیری مسئولان کشور افسوده است. اکنون زمان به رخ کشیدن اتحاد و همدلی ملی فرا رسید است در حالی که نگهبانان غیور دریاچه ارومیه به پا خواستند بر ماست که آنها را تنها نگذاریم و با همکاری و همیاری با یکدیگر در حفظ این سرمایه ملی بکوشیم و در ادامه مرتزا مبلغ گفت بدلسازی برای اصلاح طلبان نخنما شده است. رسایی تهدید کرد که موازه 474 شخصیت سیاسی را منتشر خواهد کرد و هشدار نماینده مردم تهران به بیتوجهی به وضعیت دریاچه ارومیه. مرتزا مبلغ گفت بدلسازی برای اصلاحات نخنما شده است. مرتزا مبلغ با انتقاد از افرادی که سعی دارند خود را اصلاح طلب معرفی کنند گفته است ادهی به جای اینکه به حل مشکلات اصلی کشور که نقش اصلی را در ایجاد آن داشتند بپردازند در تلاش هستند برای اصلاحات بدلسازی کنند. این فعال سیاسی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا تصریح کرده که این رفتار یکی از سندهای معتبر برای وجود پایگاه و جایگاه اجتماعی اصلاح طلبان است به گفته آقای مبلغ اگر وجود پایگاه اجتماعی برای اصلاح طلبان حقیقت نداشت این همه تلاش برای مصادره این عنوان انجام نمیشد. این فعال سیاسی خطاب به کسانی که در صدد معرفی خود به عنوان نو اصلاح طلبان هستند گفت ضمن احترامی که برای این افراد قائل هستم با آنها توصیه می کنم اگر می خواهند با عناوین جدیدی در صحنه حضور پیدا کنند بهتر است با عنوان نو اصولگرا وارد عرصه ها شوند تا با هویت اصلی آنها سازگارتر باشد. رسایی تهدید کرد که موازه 474 شخصیت سیاسی را منتشر خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس این عضو جبهه پایداری از تهیه آرشیو جامعی از موازگیری های 474 شخصیت سیاسی در خصوص جریانی که او فتنه و انحرافی میخواند خبر داد. حمید رسایی عضو جبهه پایداری مدعی شده که این جبهه مهمترین وظیفه خود را تبین ملاکا و معیارها و دفاع از آرمانها و ارزشهایی هایی می داند که بدنی جریان اصولگرایی در فتنه 88 و کودتای شکست خورده سبز از آنها دفاع کرده و اکنون نیز بدنه جریان اصولگرایی که آهاد مردم هستند در برابر جریان انحرافی همان مواضع را حفظ کردند وی تاکید کرد که فهرست مذکور فقط شامل شخصیت های بنام و مطرح ماننده با هنر متحری و کاتوزیان نیست و فراگیرتر است. نماینده کارگران در حیط های حل اختلاف ادارات کار از تعطیلی 75 درصد از واحد های تولیدی کشور پس از اصلاح قانون کار خبر داد. داود اخوان در گفتگو با ایلنا با انتقاد از سیاست اصلاح قانون کار تصریح کرد با اصلاح قانون کار امنیت شغلی کارگران از بین خواهد رفت و ما شاهد افزایش تعداد کارگران اخراجی از واحدهای تولیدی کشور خواهیم بود. به گفته وی پیشنویس قانون کار فعلی فاصله طبقاتی بین کارگر و کارفرما را افزایش خواهد داد. در همین راستا عضو کمیته تغییر قانون کار گفت افزایش حجم واردات واحدهای تولیدی کشور را تهدید کند فرامرز توفیقی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا پیشنویس اصلاحی قانون کار فعلی را مغایر با سیاست های حمایتی از کارگران عنوان کرد و افسود با اصلاح قانون کار امنیت شغلی کارگران کاهش خواهد یافت آقای توفیقی کاهش امنیت شغلی کارگران را موجب کاهش بهرهوری و کیفیت تولیدات در واحدهای تولیدی عنوان کرد و خاطرنشان ساخت با کاهش اعتماد مردم به تولیدات داخلی حجم واردات حجم واردات بیش از بیش افزایش خواهد یافت. یازدهمی مادر قشمی در مدت 15 ماه اخیر پس از دایمان در بیمارستان جان داد و همین امر هم باعث وحشت دیگر مادران باردار قشمی شده است. روزنامه کیهان نوشته است سفورا ایمانی بانوی 27 ساله اهل بندر لاف در اولین زایمان خود به علت عوارض حاملگی و مشکلات حین زایمان و نبود امکانات مناسب در بیمارستان فاطمت و زهرا در شهر قش پس از به دنیا آوردن فرزند دخترش جان باخت. این گزارش می مرگ و میر بعد از زایمان باعث شده که تعداد مراجعان به بیمارستان و مراکز درمانی در این شهر کاهش یابد و خانواده هایی که بزاعت مالی بالایی دارند به مراکز استان مراجعه می کنند و آنهایی که به مرکز استان دسترسی ندارند به ناچار و از ترس مرگ به ماماهای محلی مراجعه می کنند. تا چندی پیش اتاق مراقبت پس از بیهوشی در بیمارستان موجود نبود که پس از مرگ و میرهای و متعدد و اعتراض خانواده های قشمی این اتاق راه اندازی شده است. قشم با جمعیت 130 هزار نفری خود رتبه اول مرگ و میر پس از زایمان در کشور را از آن خود کرده است. سنگران میگویند دولت تعهدات خود برای حمایت از تولید کنندگان را اجرا نکرده است. سنگران میگویند که دولت بعد از حذف یارانه ها کمکی به آنها نکرده و مانع از افزایش قیمت کالاهای آنها نیز شده است. در حالی که سندگران نسبت به عملکرد دولت در حسب یارانه ها انتقاد دارند وزارت صنعت معدن و تجارت میگوید که همه تعهدات خود را نسبت به صنایه بعد از حسب یارانه ها انجام داده است رضا فاطمی امین معاون برنامه ریزی وزارت صنعت معدن و تجارت گفته که 3550 واحد صنعتی میلیاردها تومان پول گرفتند چه کسی میگوید واحدهای صنعتی پول نگرفتند این در حالی است که صنعتگران نهادهای سنفی نظیر اتاق بازرگانی و انجمنهای تولیدی و صنعتی بارها اعلام کردند که دولت بعد از حذف یارانه ها به تعهد خود برای کمک به بخش تولید عمل نکرده است سندگران میگویند که قرار بود بخشی از درآمدهای ناشی از افزایش قیمت ها به بخش تولید اختصاص پیدا کند اما عملا مبلغ اندکی به واحدهای تولیدی داده شده است گزارش ها نشان میدهد که بعد از اجرای برنامه حذف یارانه ها مشکلات واحد های تولیدی بیشتر شده است چون با وجود افزایش شدید قیمت مواد سوختی و مواد اولیه دولت مانع از افزایش قیمت کالاهای تولیدی آنها شده است علاوه بر این بر اساس قانون حذف یارانه ها دولت باید سی درصد از درآمد حاصل از این برنامه را به واحدهای تولیدی اختصاص میداد اما گزارش ها نشان میدهد که با گذشت بیشتر از هفت ماه مقدار کمی به واحدهای تولیدی داده شده است استخراج و اکتشاف در بخش ایرانی دریای خزر به کندی پیش می رود. یک منبع آگاه در گفتگو با خبرگزاری فارس از توقف فر روند کند اکتشاف نفت در بخش ایرانی دریای خزر ابراز نگرانی کرده و دولت را در این زمینه ناموفق دانسته است بنابر این گزارش وجود آبهای عمیق هزینه های بالای حفاری و اکتشاف وارد نشدن شرکت های بزرگ نفتی و مشکلات مالی اکتشاف میادین را با کندی مواجه کرده است و در عوض کشورهای همسایه با سرعت مشغول توسعه میادین خود هستند این منبع که خبرگزاری فارس از اون نام برده است گفته است که شرکت نفت شمال که تنها شرکت نفتی در حال اکتشاف در خزر است از نقشه های قدیمی زمینشناسی استفاده کرده است این منبع نسبت به امکان بهره برداری از این خزه های نفتی بدون مشارکت مالی و نفتی شرکت های بزرگ بین ابراز تردید کرده است نماینده مردم تهران هشدار داد که بیتوجهی به وضعیت دریاچه ارومیه موجب گسترش شورزار در کشور می شود. علی رزا محجوب که یکی از طراحان اصلی طرح دو فوریتی دریاچه ارومیه بوده است به خبرگزاری ایلنا گفته که اگر دریاچه ارومیه خوش شود بارانی از نمک بر سر مردم این خطه خواهد بارید. به گفته ای آقای محجوب با آسیب دیدن دریاچه ارومیه نه تنها باغداری و کشاورزی در این منطقه از بین می رود بلکه طبعات آن دامنگیر سایر استانها هم می شود. نماینده مردم تهران تأکید کرد با خوش شدن دریاچه ارومیه در تهران هم شاهد گرد و غبارهای نمکی خواهیم بود. آمریکا گفت هرگز همدردی مردم ایران را در فاجعه 11 سپتامبر فراموش نخواهیم کرد. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که به مناسبت دهمین ده سالگرد حملات 11 سپتامبر به نیویورک و واشنگتن منتشر کرده، از همدردی مردم ایران در سال 2001 تشکر کرده است. در این بیانیه گفته شده است در سراسر جهان از جمله شهرهای ایران، مردم به نشانه همدردی به قربانیان این حادثه شم روشن کرده و برای لحظاتی سکوت کردند. وزارت خارجه آمریکا افسوده هرگز محبت مردم ایران را در آن روزهای دشوار فراموش نخواهیم کرد و از شما سپاس گذاریم. و اما دو خبر خارجی دبیر کل عرب بالاخره با بشار اسد گفتگو کرد دبیر کل عرب در حالی با سفر به سوریه این گفتگو را آغاز کرد که روز جمعه یک نوجوان و سه نفر دیگر در تظاهرات بعد از نماز جمعه حمایت بین المللی به دست نیروهای امنیتی سوریه کشته شدند. به گزارش منابع بین المللی انتظار می رود که نبیل عربی از سوی اتحادیه عرب پیشنهادی را برای اصلاحات سیاسی مطرح کند. اما دمشق اعلام کرده که هیچ دخالتی در امور داخلی این کشور را نخواهد پذیرفت. این اتحادیه در اجلاس سابق خود در قاهره خواستار توقف خونریزی ها و انجام اصلاحات و برقراری دموکراسی در سوریه شده بود. سوریه اما این بیانیه را دخالت در امور داخلی خود به شمار آورده و اعلام کرده بود که بیانیه را نادیده میگیرد. مهمترین حزب سیاسی شیعه در بحرین خواستار لغو انتخابات تکمیلی و انحلال پارلمان این کشور شد. به گزارش خبرگزاری ایدنا، الوفاق در تظاهرات گسترده‌ای که در شمال بحرین برگزار کرد همچنین خواستار آغاز ایجاد راحل سیاسی برای بحران این کشور شد الوفاق از هواداران خود خواسته که انتخابات تکمیلی پارلمانی را تحریم کنند. تظاهرکنندگان کنندگان بحرینی با سردادن شعارهای علیه حکومت خواستار اصلاحات سیاسی، قانونی و همچنین آزادی زندانیان سیاسی شدند. به پایان این بخش خبری رسیدیم سپاسگزاریم که امشب نیز همراه رسا بودید تا فردا شب خدا نگهدار